محسن سازگارا، فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار از لندن همراه ما هستند. صبح شما بخیر آقای سازگارا. خیلی از ناظران و تحلیلگران رفتار خامنه‌ای موقع برگزاری نماز میت برای قاسم سلیمانی رو مقایسه می‌کنند با احساس خامنه‌ای هنگام برگزاری همین نماز، همین مناسبت با درباره ابراهیم رئیسی. معتقدند که رفتارش به نسبت خیلی سرد بوده با توجه به گریه‌هایی که خامنه‌ای موقع مراسم سلیمانی داشت. به نظر شما چیه و آیا این سردی نشان دهنده چیه؟ بله، یعنی حالا غیر از مراسم نماز، صحبت‌های ایشون روز قبلش یا بعد از این نماز هم کاملا نشون میده که در کمال خونسردی در واقع برخورد کرده و اون تأسفی رو که در ماجرای سلیمانی داشت نداره، که به نظرم این تقویت میکنه این مسئله رو که کشته شدن رئیسی که الان دیگه بسیاری موارد مشکوک درش هست و شواهد متعددی داره میاد و در واقع دسیسه‌ای که فرضیه حادثه بودن سقوط هلیکوپتر رو رد میکنه، انگشت خود خامنه‌ای در اون وجود داره و گزارش های پور محسن هم به نظرم روی همین دست گذاشته بود که من هم موافقم. در واقع رئیسی قربانی بحران جانشینی شده که هاشمی رفسنجانی قربانی زود هنگام اون بود. و یکی از مسائلی که مطرح شده، شما به اشاره کردید در گزارش هم بهش پرداختیم، اینه که خب یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی این بود که ساختار موروثی بودن قدرت رو حذف بکنه. آیا فکر میکنید حالا مرگ ابراهیم رئیسی در واقع یک نشانه از عقبگرد جمهوری اسلامی از این شعاره و فکر میکنید که مرگ رئیسی مسیر رهبری مشتبه خامنه‌ای رو در نهایت هموارتر کرده؟ بله، ببینید این داستان موروثی بودن دست کم شیعه مشکلی نداره، برای اینکه امامت شیعه پدر پسریه و هنوز رئیسی رو، هنوز مشتبه رو نیمدن نیبردن روی پرده. زمزمه هاش هست که خب جانشین امام اول شیعیان امام علی فرزندش امام مجتبی بود و جانشین سید علی هم سید مجتبی خواهد شد، یا اینکه امام زمان مثلا عنایتش به ولی فقیه رو خبرگان فقط کشف میکنه. و مطمئن باشید فردای مرگ خامنه‌ای خواهند گفت که خب حالا ما فهمیدیم که امام زمان عنایتش مثلا کشف کردیم که به مجتبی خامنه‌ای است. ولی واقعیت مسئله این است که قدرت بیکرانی که در بیت رهبری خامنه‌ای جمع‌آوری کرده، از نیمی از ثروت کشور تا ده‌ها نهاد بزرگ کشور، دستگاه‌های امنیتی، نظامی، تبلیغاتی و و و، این قدرت بزرگ رو دست هر کی دیگه بدن، اول همه سر دودمان خودش رو میبره، کاری که خودشون با احمد خمینی کردن. خامنه‌ای و هاشمی این کار رو کردن، با احمد خمینی به سر او رو زیر آب کردن. بنابراین خودشونم خامنه‌ای درس گرفته و حالا این قدرت بیت رهبری رو میخواد که هر طوری هست دست پسرش بده، برای اینکه دست کم خاندان خودش رو بعد از مرگ خودش بتونه محافظت کنه. البته به نظر من اشتباه محاسبه ایشون نیست که صاحب اصلی مملکت یعنی ملت رو فراموش کرده که نه او رو میخواد، نه پسرش رو، نه نظام ولایت فقیه رو. سپاس بسیار. محسن سازگارا، فعال سیاسی و عضو مدیریت شورای گذار از لندن.